انتقال پایتخت از تهران دوباره به بحث روز بدل شده است. این بار دغدغه ها و انگیزه های هسته قدرت مسئله انتقال را جدی تر کرده است. انتقال پایتخت این بار به شکل یک الزام از سوی نهادهای امنیتی مطرح شده و دلیل آن هم واضح است. ترس از دست رفتن تهران و افتادن آن به دست مردم معترض جان به لب رسیده و سقوط و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی. شتاب حاکمیت در این طرح خطرهایی را متوجه مردم می کند و اجرای سراسیمه چنین پروژه سنگینی می تواند قربانی توهمات و سوء مدیریت های سپاه شود. به گفته ابوالفضل ترابی از نمایندگان مجلس 11 که به جبهه پایداری نزدیک است، سپاه جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت را مشخص کرده است. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نامه ای را رسما به خامنه ای ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می رساند. طبق این طرح مراکز اداری و سیاسی به منطقه ای خارج از شهرهای موجود منتقل می شوند. پیش از آن نیز دانشگاه ها و خودروسازی ها از تهران منتقل می شوند تا روند افزایش مهاجرت تهران متوقف شده و در ادامه از جمعیت آن کاسته شود. او در توجیه ضرورت انتقال پایتخت سیاسی اظهار داشت که تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است، چه از لحاظ نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. اما عاقبت این اقدام سراسیمه چه می شود؟ آیا پایتخت منتقل خواهد شد و اگر همچنین اتفاقی بیفتد می تواند کمکی به رژیم علی خامنه‌ای در راستای حفظ رژیم کند؟ پاسخ به این سوالات را در ادامه از زبان کارشناس شبکه خبری دویچه ولی آلمان خواهیم شنید. بحث انتقال پایتخت از تهران با دستپاچگی بی سابقه ای توسط رژیم جمهوری اسلامی در حال پیگیری است و همانطور که گفته شد دلیل آن چیزی نیست به جز وحشت از تکرار قیام مردم و تسخیر پاستور. کافیست در این زمینه به روزنامه های حکومتی نگاهی بیاندازیم. روزنامه اعتماد روز چهارشنبه 9 مهر ماه با نقل اظهارات یک مهره خودی نظام درباره خطر تکرار قیام آبان 98 نوشت که آبان تمام نمی شود. هر از چندی یکی از زخم های آن روزها باز می شود و سوزشش جان جامعه را می خراشد. حسین نورانی نژاد افسود که آخرینش ماجرای پدر امیر حسین مرادی است. یکی از بازداشت شدگان آن روزها. نتیجه آن قیام هم اعلام اعداد بزرگ و غیر قابل انتظاری از آسیب دیده ها بود که نشان از فراگیری اعتراضات خشونت آمیز داشت. روزنامه اعتماد افزود که حسن روحانی از مردم خواست لعن و نفرینشان را به کاخ سفید بفرستند. اما در همان حال یکی از اعضای مجلس 11 گفت مردم میگویند خدا روحانی را لعنت کند. البته این نماینده مجلس قطعا جرأت آن را نداشت که بگوید لعنت همه مردم در کشور تنها به سوی شخص اول مملکت است که همه این افتضاحات در اثر تصمیمات او است. به نظر می رسد که نافرمانی های اجتماعی که در واقع نامی به اعتراضات خیابانی و اعتراضات سراسری، اعتصابات و خیزش های مردمی است، عامل اصلی نگرانی بخش مسلط قدرت است که در پی فعال کردن دوباره طرحی است که به دلیل اختلاف بین مجلس و دولت از دستور کار خارج شده بود. پیشتر مجلس 10 طرحی را با عنوان امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران در اردیبهشت ماه سال 1394 تصویب کرده بود که با تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. طبق این قانون شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. طبق این قانون اعضای این شورا عبارت بودند از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی. این شورا حد اکثر 2 سال وقت داشت تا نتایج تحقیقاتش را به دولت ارائه کند. اما اکنون بیش از 5 سال است که از اجرایی شدن این قانون می گذرد، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. سپاه پاسداران عضو شورای فوق نیست و فقط رئیس ستاد نیروهای مسلح از نیروهای نظامی عضو این شورا است. حال ابو ترابی مدعی شده که سپاه بدون تصویب نهادهای مربوطه و سراسیمه متولی امر شده تا پایتخت را منتقل کند. موضوع انتقال پایتخت بحثی قدیمی در جمهوری اسلامی است که از دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی سابقه دارد. اما به دلیل بار مالی بالا و مشکلات اجرایی در حد حرف و بحث‌های کلی باقی مانده است. بنا به گفته کارشناسان از ابتدا تهران محل مناسبی برای پایتخت نبود. اما با توجه به شرایط خاص ایران در زمان سلطنت آقا محمد خان قاجار که هدف تثبیت اقتدار ایران بر مرزهای شمالی بود، تهران انتخاب شد که آن زمان جنبه دائمی نداشت. اما در ادامه شاهان قاجار پایتخت را تثبیت کرده و آن را توسعه دادند. اکنون ساماندهی تهران و به خصوص متوقف کردن سیر سعودی مهاجرت به آن و به خصوص بازدارندگی در برابر گسترش حاشیه نشینی ضروری است، اما در وضعیت کنونی و با توجه به چالش‌های متعددی که رژیم جمهوری اسلامی با آن درگیر است و بی‌کفایتی موجود، امکان انتقال پایتخت در شکل منطقی و مناسب منتفی است. سوابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد که مسائلی چون امنیت اجتماعی، رفاه و آرامش مردم دغدغه آنها نیست و 2 هدف بیشتر ندارند. 1. جلوگیری از قیام احتمالی مردم تهران جهت تسخیر پاستور و 2. منافع اقتصادی سرشاری که از انتقال پایتخت نصیب آنها خواهد شد. به نظر می رسد در ادامه تشدید شکاف مردم و حکومت در تهران که فقدان مشروعیت نظام در آن به طور نسبی بیشترین برجستگی را دارد و همچنین امکان خروش اعتراضی سازمان یافته که منجر به یک اتفاق سیاسی پایدار شود در آن بیشتر است، هسته قدرت سخت به تکاپو افتاده تا به شکل ساختاری ظرفیت تحول ساز تهران را تغییر دهد. تأکید بر انتقال دانشگاه‌ها به بیرون از تهران نیز به خوبی نشان می‌دهد که هدف قطع ارتباط جنبش دانشجویی با اعتراضات مردمی و جلوگیری نهادینه شده از رهبری میدانی و میانی فعالان دانشجویی است. توانایی و یا ناتوانی سپاه پاسداران در اجرای این طرح بلند پروازانه که مشابه ادعای کشف دستگاه ویروسیاب الکترونیکی مستعان 110 است، موضوع این برنامه نیست و به صورت بالقوه امکان انتقال وزارتخانه ها به مناطق خاصی و تأسیس شهرهای جدید نیز شدنی است و حتی ممکن است مفید نیز باشد. اما بافت کنونی رژیم جمهوری اسلامی کارایی و اعتبار لازم برای اجرای چنین طرحی را آن هم به صورت سراسیمه و آشفته ندارد. آنچه مایه نگرانی است اراده متوهمانه سپاه پاسداران است که به نیابت از نهاد ولایت فقیه در حفظ وضع موجود و ایستادگی در برابر تغییرات در هر سطحی حاضر است شتابزده طرح‌هایی را اجرا کند که پیکر بیمار دستگاه بوروکراسی کشور را نحیف‌تر و وخیم‌تر سازد. این ادعا نشانه دیگری بر اصلاح ناپذیری رژیم جمهوری اسلامی است که صاحبان اصلی قدرت در آن برای حفظ موقعیت و منافع خود هیچ مرزی را نمی‌شناسند و حاضر نیستند در برابر مطالبات و اعتراضات کوچکترین نرمش و انعطافی نشان بدهند و برعکس می‌کوشند تا صورت مسئله را پاک کنند. مخاطبان گرامی، ضمن درود
اگر این برنامه را پسندیدید، با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو، هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.